مسئله آخر هم مسئله سومالیه. واقعا خواب را از چشم آدم میگیره، منظره وقتی آدم میبینن نمیتونه گریه نکنه. خوشبختانه به خاطر وجود افراد رحم و رئوفی مثل ایشونه که حقوق بشر در ایران مو به مو داره رعایت میشه و کسی نمیتونه این قزم حقوق مردم رو پایمال کنه. اگه آقای خامنه ای رو سکاندار کشتی نظام بدونیم، آقای جنتی به نوعی دیدبان این کشتی هستن. شاید فقط اگه قدشون یکم بلندتر بود کشتی اینقدر به در دیوار و کوه یخ اینا نمیخورد، ولی خب ایشون کسی هستن که با شم بالایی که دارن آینده رو پیش بینی میکنن. در 5 استان مرزی کشور، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان، قاتل خفته‌ای به نام مین برای کشاورزان، دامداران، کودکان، زنان و مردان و حتی دام‌های اهالی این روستا هم آشناست. اخیراً یکی از شهروندان اهل ایلام بر اثر انفجار مین در مرز سردشت در استان آذربایجان غربی درگذشت، اما پیشتر 7 کودک در حین بازی در مریوان از مین‌های خونسا نشده آسیب دیدند که یکی از همین کودکان پاهاش رو از دست داد. والا 7 بچه بودن پشت سر آبادی، یه مین بود که رفته بودن اونجا بازی کنن. بله. مین منفجر شده بود، برادر زادم تو انفجار بود. چه اتفاقی برای برادر زادت افتاد؟ والا زخمی شده، نمیتونست نزدیک ما راه بره. خب اون منطقه که بچه ها میرن آیا میدونن که اونجا مین هست؟ نمیدونن که اونجا میمد، اونجا برای بازی رفته بودن. من به کمک انجمن حقوق بشر کردستان ایران در ژنو تونستم فقط با گروهی از مصدومین مین آشنا بشم. گفتنی های زیادی دارن از اینکه چگونه مین زندگی خودشون و اعضای خانوادهشون رو دگرگون میکنه. بشنوید صدای پدر بزرگی که نوش یکی از 7 کودک قربانی شده در حادثه انفجار مین بوده. اخیرا والا همون چه بگن، تمام بدنش آسیب دیده، از رو دیده دیگه نمیشه. من دیگه از پیرمرد میپرسم آیا تا کنون برای پاکسازی مینهایی که 25 سال پیش اینجا جا گذاشته بودن کسی به روستاهاشون سرکشی کرده؟ بعد از این منفجر، این منفجر شد، خیلی اومدن، خیلی جمع کردن خانم، از طرف دولت اومدن نیمه جمع کردن. شما بهشون گفتین که چرا قبل از اینکه اتفاق برای بچه‌هاتون بیفته جمع نکردین؟ گفتیم چرا بابا این میمارا که آوردی اینجا، چرا برانقه خودتون راستی به خودتون نبردین؟ دیگه اون به حرف ما میخندیدن. من از نماینده مریوان و حقیقتا تشکر میکنم، چون زحمت کشید در فکر بچه‌های ما بود. خدا شاید اگر اون نبود تمام خرج بیمارستان میذاشتن روی گردن پدر بچه‌ها. خدا شاید. بعد از این پاسخ قدرشناسانه پیرمرد از او سراغ مسئولان دیگر دولت و بنیاد جانبازان رو میگیرم و میپرسم که آیا برای پیگیری مشکلات آتی این بچه ها هم قرار شده کمک هایی صورت بگیره؟ دیگه کمک دیگه واسه این بچه ها نبا خدا ما هیچی، من که بدر بزرگ بیانشدی های مقدم نبا خدا هیچی ندیدم. خب عذرخواهی کردن، دلجویی کردن، چی گفتن به شما؟ نه بابا چه عذرخواهی، نه والا گفتن چرا اینطور شده، اینو گفت. میگفتن چرا بچه ها ویل کردی، خوب بچه چکارش کنی، خوب جوجه نیستی بذاری توی لعنه خودش. سراغ مردی میرم که سالها پیش یکی از پاهاش رو روی یکی از همین مینها از دست داد. بشنویم وقتی مقصر رو خود مصدومین اعلام میکنن چه مشکلاتی براشون پیش میاد. مشغول چوبانی بودن در مزرعه خیش، این مین بر اثر بارانه ناشه سیل و سیلاب و برف و اونا اومده مزرعه کشاورزی. منم در عین چوپانی رفتم روی مین و پایم از دست دادم. سال 69 بوده، روستای قلعه رش. آمار دارین که در روستای شما برای چند نفر یه همچین اتفاقی رخ داده تا کنون؟ تقریبا بالای 6 یا 7 نفر هستن که متاسفانه هیچ کدومشون جانباز نشدن. همهشون به دلیل اینکه گفتن شما سهلنگار بودید، وابسته به ماده 2، پرونده جانباشیشون مسدود کردن، تحویل کمیته امداد دادن. پس معنی وقتی پرونده اینا به کمیته امداد میره، اینا در واقع ماهانه کمکی دریافت میکنن؟ بله آرش، از زبان خود مصدومین بشنویم که این کمک مبلغش چقدر هست. کسانی که اصلا اگر عضو جانبازی محسوب نشن و روی مین رفتن، اونا چقدر میگیرن؟ اونا معمولا پروندهشون به عنوان اون کسانی که به اصطلاح پرونده‌شون مسدود شده رفته کمیته، ما 30 تومن، 35 تومن، 40 تومن میگیرن. در خلای پاسخگوی دولت، یک سازمان غیر دولتی هم در داخل ایران وارد عمل شده بود به نام کانون مشارکت در پاکسازی مین با مدیریت خانم شیرین عبادی که قرار بود به قربانیان مین کمک کنه. در تیر ماه سال 1383 از طرف کانون مشارکت در پاکسازی مین دعوتنامه به دستم رسید که سرپرست این کانون
سرکار خانم شیرین عبادی بود. در اون همایشی برگزار کردن که منم در اون همایش شرکت کردم. تنها یک برخورد مهربانانه و نسبتا مهربانانه با ما شد، دیگه فراموش شدیم و متاسفانه این کانون بعد از این گرده همایی دیگه ما را فراموش کرد و خبری ازشون نداشتیم. و اما چرا امید این قربانیان به کمک هایی که قرار بود از طریق یک سازمان غیر دولتی صورت بگیره هم ناامید شد؟ دلیلش رو از خود خانم شیرین عبادی میپرسن. متاسفانه این انجو هنگام یورش مامورین امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر بسته شد. دفتر کانون مشارکت برای پاکستان زمین در همان آپارتمانی بود که کانون مدافعان حقوق بشر قرار داشت و این آپارتمان رو من با پول جایزه صلح نوبل خریده بودم. وقتی که مامورین امنیتی یورش آوردند تمام اسناد و مدارک رو بردن. یعنی در حقیقت یک انجیوی مردمی، یک نهاد مردمی که فقط هدفش کمک به مظلومین مین و اطلاع رسانی در این زمینه بود با یورش مامورین امنیتی بسته شد بدون مجوز قانونی، بدون حکم دادگاه. اما مرکز حامیان حقوق بشر به ریاست خانم عبادی حالا فرسنگاتور از ایران گزارش مفصلی در این مورد منتشر کرده که بر اساس این گزارش آلودگی زمین‌های کشاورزی به مین در مناطق مرزی رو یکی از دلایلی عنوان می‌کنه که اهالی این روستا مجبورن کولبری کنن. حالا حدود 3 میلیون هکتار از اراضی ایران همچنان پاکسازی نشده و مین کماکان در کمین شهروندانه، نه در زمان جنگ بلکه در زمان صلح.